چطوری؟ چه خبر؟ خوش اومدید به یک ولاگ پاییزی من. امروز یک روز خیلی معمولی ولی پاییزیه و خودم خیلی هیجان دارم. این خنده که دارید توی من میبینی دلیلش اینه که من هم الان که داشتم موهامو شونه میکردم یه جور یه لذت خاصی اومد سراغم. نه خیلی قشنگ بود، احساس خیلی خوبی دارم و قشنگ اون خوشحالیش و لذتش مونده تو وجودم، پر انرژی شدم. راستش رو بخواید چون اصلا امروز ساعت 6 بیدار شدم اون میگرن خفیفه گرفته بود و خیلی نگران بودم که نکنه تا کل روز بمونه. اوکیه ولی یه ذره هنوز اینجام درد میکنم و فکر میکنم این قضیه میگرنه خیلی داره واسم جدی میشه، چون داره این فواصل گرفتنش خیلی خیلی کم میشه. این از این موضوع و امروز قراره بریم خیلی جا خیلی کارا بکنیم و یه چیزی بهتون بگم. پوستم ببینید چه خوب شده. حالا قراره یک رازی بهتون بگم که خودم متوجه شدم. تازه یه چیز دیگه بهتون بگم، من کلا میدونید پوستم مستعد جوشه و وکس میکنم یا اصلاح میکنم تمام جوشه میرزه بیرون. یعنی این جوشه اینجا رو میبینید دقیقا از وکس پارساله که من اصلا پارسال تا امسال هیچ اصلاحی انجام ندادم، شیو نکردم، ولی این سری وکس کردم و میبینید هیچ جای جوشی نیست به جز این که این جوش دوران پی ام اسه که خب زودم خوابیده، یعنی این دو روزه فعلا اینجوریه. ولی کلا راهشو بهتون میگم که خیلی خوبه. تا آخر شب حتما بهتون میگم. روشین پوستی من بهتون میگم. قراره یه چیزی با هم درست کنیم و الان قراره یک جای خیلی خوب بریم با هم با پرستو. همین دیگه، زود بریم. من حاضر بشم یه چیزی الان بریم با هم لاته کدو حلوایی درست کنم، چون من کدو حلوایی دارم. گفتم امروز ولاگ پاییزی داریم، الان بریم با هم لاته کدو حلوایی درست کنم که من پارسال خیلی درست میکردم. الان بریم به شما هم یاد بدم که شما هم درست کنید و لذت ببرید.
بچه ها ما رسیدیم، یعنی من رسیدم خونه دیگه، خواهرم رفت خونه شون. اولش که رفتیم بوک سیتی و تو بوک سیتی من یه همچین دفتر نیاز داشتم، یه دونه دفتر سال گذشته مرداد ما خریده بودم، اصلا نوت برداریم کردم واسه ولاگام یا واسه یه مثلا پیجم پستام و اون دفتر تموم شده، خیلی نیاز داشتم اینو خریدم، خیلی خوشگل و نازه، واقعا نیاز داشتم به یه همچین دفتر کره زمینی انرژی بخشی. این 92000 تومان و من کلا بوک سیتی رو به خاطر کتاباش اصلا دوست ندارم، چون هیچ وقت کتاباش کامل نیست. منم می‌خواستم ادبیات روسی بخرم دیگه، ولی این کتابا رو دیدم، باغ اسرارآمیز که اسمش یه ذره کنجکاوم کرد، ولی 14000 تومان واسه چاپش سال 96، یعنی اون زمان انقدر کتابا قیمتش پایین بوده و خب یه کتاب 500 صفحه همین الان فکر می‌کنم 50-60000 تومان این کتاب باشه و خوب شد خریدم چون اصلا قیمتش رو ندیدم. بعد اینا رو هم مثلا شد 106 تومان، یه لحظه خودم تعجب کردم که مثلا چرا کتاب انقدر ارزون شده، ولی خب شانس آوردم. بعد دیگه نیم ساعت پیاده روی کردیم، پیاده اومدیم تا کتاب فروش محبوبم که همیشه کتاباش کامله. سر رد داروخونه ماسک صورت خریدم، ماسک کلاژن این و از این پردا واسه تونر، این 34500، اینم 20 تومن ولی خیلی گرون شد، واقعا همه چی دیگه خیلی گرونه، هر چیزی رو یعنی عادت نمی کنیم به این گرونیه. و کتاب محبوبم که کلن الان کتاب نداشتم واقعا بخونم، یعنی اصلا دیشب یه تصمیم گرفتیم با خواهرم بریم بوسیدی به خاطر همین، و کتاب خریدم که خیلی پاییزیه. میدونم میدونید که من به نظرم کتابای پاییزی چه کتابایین، و شروعش با برادران کارامازوف دو جلده، نشر ناهیده که گفت همون نشر نیلوفره، ترجمهش آقای صالح حسینیه ولی خیلی گرون، دو جلدیش رو 190000 تومن و واقعا گرونه. بعد اون طرح پاییزه، یعنی طرحی که هر فصل میذاشتن و این فصل نذاشتن هنوز، فکر کنم چون گفتش که مثلا که رئیس جمهور عوض شده، تازه مثلا هفته گذشته معاون فرهنگی چیه اون تازه انتخاب شده، تا بیان طرحو بذارن رفتی که تازه مسئول، و اون طرح خیلی خوب بود، مثلا 20% تخفیف بود، این 190 تومن میشه 150 تومن، 40000 تومن واسه خرید کتاب بعدیت خیلی تاثیر داره. ولی خب دیگه خریدم اینو و فکر میکنم که دیگه آبان ماه اینو بخونم تمامش کنم، دوباره برم واسه آذر ماه یه جلد دیگه ادبیات روسی بگیرم، ولی خیلی دوستش دارم، واقعا نیاز داره کتاب خونم به کتاب های ادبیات روسی تو این، یعنی از آقای داستایوفسکی که من خیلی خیلی در حقشون اچاف کردم، من فقط ازشون یه کتاب خوندم، اونم نصف ولش کردم، اون خورده جنایت ها بکنم همین بود، جنایت و مکافات که نصف ولش کردم، دلیلش هم این بود، تازه کتابی بودش که یکی بهم قرض داده بود، دلیلش هم این بود که تو اون برهه زمانی که داشتم اون کتاب میخوندم کلا حال روحیم خوب نبود، اوضاع زندگیم خوب نبود، حالا بعدن یه روزی راجبش حرف میزنم داستان زندگی من و مسعود و اینا رو، ولی واقعا کتاب خونم نیاز داشتش که یک بار به آقای کارامازوف این شانس رو بدم، به آقای داستایوفسکی شانس رو بدم، شروع کنم بخونم، مطمئنم خوشم میاد، مطمئنم، ولی خب خیلی خوشحالم. همین ولی چهار قلم جنس اینه، شد اینه، شد 400 خورده. خب خلاصه دیگه بیخیال، دیگه آدم درآمد داره که خرجش کنه دیگه. من الان لایو دارم واسه بچه‌ها، بچه گروه برنامه ریزی دارم، نمیدونم بهتون گفتم، یعنی واسه 20 نفر برنامه ریزی فردی انجام میدم، هر هفته مثلا بهشون برنامه میدم، اما یه آپشنی که گذاشتم اینه که وسط هفته یه لایو برگزار میکنم که سه‌شنبه ساعت 1 و توی این لایو یا در باهاشون صحبت میکنم، یه مطلب مهم بهشون میگم، مثلا یه راجع به این حرف زدم، پیام دادم بهشون که چجوری راحت تر شبا زود بخوابن، و الان میخوایم راجع به اون حرف بزنیم، بعدش هم که دیگه ناهار. و بچه باور نمیشه من انقدر الان خلوت سرم، چرا خیلی سرم شلوغ بود این چند هفته، میتونم بشینم راحت فقط کتاب بخونم، اونم این کتاب پاییزی که واسهش نقشه کشیده بودم. آره الان من میرم با اونو صحبت کنم،
اینم از نهار عزیزم، ماشپلو تو برنجش زعفرون ریختم موقع دم گذاشتم و پیاز داغ و کشمش. من اینجوری دوست دارم، با گوشت دوست ندارم راستش. و ماسخیا خیلی خوشمزه. خب بچه ها، من بعد از که نهار خوردم قشنگ خوابم گرفت و باورتون نمیشه شاید یه 3-4 هفته میشد که من اصلا ظهرا نمیخوابیدم. دوست داشتم خوابمو و همین گفتم که نده بعد کلاس یوگا هم اصلا کیک رو میپذیم نده، چون میخوام براتون یه کیک بپزم. ولی خب به حس تنبلیم غلبه کردم و الان نیم ساعت مونده به کلاس یوگا هم دارم درست میکنم براتون. بهتون میگم خیلی کیک خوبیه، خیلی نرمه و خیلی خوشمزه است. آر 2 پیمونه شکر، 1 پیمونه روغن مایه، 3-4 پیمونه پوره کدو حلوه، 1 پیمونه گردو خوشگل، 1/2 پیمونه که من اصلا گردو نمی‌ریزم، بیکینگ پودر 1 قاشق چای خوری، دارچین 1 قاشق چای خوری، نمک و وانیل هم 1 قاشق چای خوری، تخم مرغ هم 3 تا. من باز توی دیسکریپشن دستورش این چیزا رو براتون می‌نویسم، اندازه‌هاشو، ولی باز چیز می‌کنم بهتون گفتن که بدونید. الان بریم اول باید تخم مرغ رو با کمی قانون رو شکنم. ساعت 6:10 من لباس هم یه ذره لختیه که اینجوری نشستم تا پایناست. بعد یه چیزی میخواستم بهتون بگم، حالا یه ذره آرایشم هم ریخته و اینا، موهام هم که خیلی اپلی داره، یه کلافگی خاصی که داشتم، حالا به خاطر دوران پی ام اس و این چیزا هم هست دیگه، به خاطر اون من الان مدیتیشن کردم، یعنی آخر یوگا همیشه 10 دقیقه مدیتیشن دارم. خیلی خوبه مدیتیشن، یعنی هر چقدر از خوبیه مدیتیشن بگم کم گفتم. سعی کنید توی روتینتون بیارید، تو گوگل سرچ کنید اصلا مدیتیشن چجوری انجام میشه، خیلی راحته، کار نداره باور کنید. الان من میرم مسابقه رو انجام میدم، البته صورتم قبلش میشورم، بعد اسامی کسایی که توی مسابقه شرکت کردن، حالا یکی از ویدیوها رو انتخاب میکنم، مینویسم، قرعه کشی رو انجام میدم. من نوشتم اینا و الان نمیگم حالا کدوم ویدیو رو انتخاب کردم، تو ویدیو بعدی بهتون میگم. و یه چیزی که بهتون بگم، الان اسمی که انتخاب بشه من میرم تو پروفایلش کاملا میاد که چه کامنتای برام گذاشته، چه جوریه، اصلا چیه، چون که اینجوری بهتون میگم که تقلب نمیشه، خیالتون راحت بشه. و عزیزی که برنده بشه توی این ویدیو برام کامنت میذاره، پیج اینستاگرامش یا آدرس جیمیلش رو بهم میده، با هم در ارتباطی، من برش هدیه رو میفرستم و مبارکش بشه. اما اگر این ویدیو رو ندیده و تا یک هفته برای من نفرسته، من اینو نگه میدارم و دوباره توی ویدیو بعدی قرعه کشی رو انجام میدم. باشه بریم. فاطمه علمی، الانم توی یه چیز براتون پروفایلش میارم، ایشون هستن، فاطمه علمی، و یه همچه کامنتی برام گذاشتن. حالا توی سیستم، یعنی توی گوشیم که چکشون بکنم، قشنگ میارن که چند تا کامنت بوده، چه جوجه بوده. به خاطر میگم تقلب نمیشه، چون توی این یک هفته اتفاقی نمیافته دیگه. و اینکه همین ما برای کشون باشه. الان بریم من اون صابونه رو بهتون معرف کنم.
اول از همه بگیم که من ببخشید که اینجا نور کمه، ما کلا نور خونمون هم کمه. من دوستم نور خونه زیاد باشه، ولی اون تو کتاب هوگا که خوندم متوجهم هر چقدر نور خونه کمتر باشه بهتر. و اینکه خب بریم سراغ این که معرف کنم. خب ببینید، اول بهتون بگم که کلا من صورت پرموی دارم و هر وقت که اصلاح کردم، یعنی بند انداختم یا وکس کردم، خیلی جوش زدم. حتی جوشه اینجام که هنوز ردشون هست، دلیلش سال گذشته که وکس کردم اینا زد، بعد انگار جوش میزنی، انگار اون آلودگی همه جا پخش میشه. قشنگ اینجوری تا چند ماه همچنان جوش میزدم اینجا. دیگه کلا از پارسال تا امسال نه وکس کردم نه بند انداختم. چند بار صورتم با ژیلت زدم. کلنم از اول مدلم اینجور بود، حتی وقتی بندم میندختم خیلی جوش میزدم. دیگه این سری گفتم مثلا پوستم خوب شده بود، بهتر شده بود، گفتم بذار برم دوباره یه دور وکس بندازم که اگه موها مثلا زخیم شده یه دور انگار دوباره نازک بشه، که تا یک سال آینده مثلا شیو میکنم با ژیلت یه وقت مثلا پرتر نشه. بعد من از قبل این صابونه دستساز رو گرفته بودم به عنوان تبلیغات و استفاده کرده بودم. مثلا کلن این تبلیغ پیج دوستم بود که مثلا همجور به هم محصولش رو داد، منم تبلیغش رو کردم و از کارش راضی بودم. بعد چند وقت متوجه شدم این صابونی که برام فرستاد صابون زغال فعال و درخت چایه. کلن زغال فعال واسه اینه که جوش میزنه جوشتون رو زود بخوابونه، درخت چایی هم واسه جای لک خوبه. ولی من اینو میزدم به خاطر اینکه مثلا اینجا هم یادتونه که جوش زده بودم نمیرفت تو، انگار هر کاری میکردم التهابش نمیخوابید. چند روز هر روز از این صابون استفاده میکردم و فقط یک بار صورتم باهاش میشستم و خیلی خوب بود. اصلا ولگ قبلی من نگاه کنید خودم، یعنی موقعی که داشتم ادیت انجام میدادم متوجه شدم که پوستم خیلی خوب خوب و صاف شده بود. اصلا ماسک و اینا هیچی نذاشته بودم، فقط از همین استفاده کردم. به خدا یعنی به عنوان تبلیغم نیستا، صرفا دارم تجربه میگم چون میدونم خیلی ها مثل منن. خلاصه دیگه وکس کردم، زود اومدم خونه از آرایشگاه یه دور قشنگ با این شستم. بعد تصور کنید صورتم قشنگ ملتهب شده بود یا پر جوش، یعنی آماده جوش زدن بود، ملتهب قرمزی. اینو زود شستم، التهابش یه ذره خوابید. ماسک سدر و حنا و ماستو گذاشتم، دوباره التهابش یه ذره کمتر خوابید. دوباره شب قبل از خواب یه دور دیگه شستم. تا چند روز، روزی دوباره، یعنی صبح و شب این صابونو با صورتم با این صابون میشستم و هر روز هم حتما اون ماسک سدر و حنا رو میذاشتم. باورتون نمیشه یک دونه جوشم نزدم. مثلا این جوش اینجا رو میبینید که حالا تازه اینم مثلا خوابیده، باور کنید دو روز این جوشم زدم چون هر روز دارم ازش استفاده میکنم. قشنگ نازک شده، کوچولو شده. اینا دقیقا با همین استفاده از این، چون ماسکم هم مرتب نمیزنم بعد از اینکه دیگه وکس کردم و اینا، مثلا دیگه دیدم جوش نمیزنم، 5-6 روز قشنگ ماسک گذاشتم، بعد از اون دوباره شلو سفتش کردم. ولی کلا بهتون بگم بچه خیلی خوب بود، تجربه خیلی خوبی بود واسه من که خیلی جوش میزدم تو اینجور مواقع. و اصلا الانم که دوران پی ام اس هم هست میبینید اصلا آنچنان جوش نمیزنم. اون ولاگای تابستونی ما یادتونه سری بود، اون دورانم دوران پی ام اس هم بود دیگه، ولی مثلا یه جوش خیلی بزرگ زده بودم، یعنی انقدر صورتم مستعد جوشه. خلاصه من پیجشون رو براتون میذارم، اگه خواستید حتما بخرید. این چیزی بودش که تجربه شخص منه، اصلا تبلیغ نیستش، میگم تجربه منه چون میدونم خیلی ها مثل منه که از این موضوع واقعا دارن رنج میبرن. من فکرم دیگه کلا اینجور بشم دو ماه یه بار دیگه راحت برم اصلاح کنم با همین روش و خیالم راحت بشه. بریم سراغ روتینم، روتین پوستین که من تقریبا چند بار بهتون گفتم اما الان دوباره میگم. اول از همه شستشوی صورت فیس دوکس که من نزدیک یک سال دارم استفاده میکنم. اینم برای پوستای چرب که خیلی خوبه و ازش خیلی راضیم. میگم نزدیک یک ساله هر سماه یه بار دارم میخوام. هر شب صورتم با این میشورم. بعد از این تونر استفاده میکنم، تونر ویتالایر. یادتون باشه اینو، این تونر رو کاملا جوگیرانه خریدم، توی یه ولاگم بودش، فکر کنم ولاگای اردیبهشتی بود. ولی خیلی ازش راضیم، خیلی خوبه. واقعا اون چربی پوستتون رو انگار کنترل میکنه و واسه از بین بردن اون آلودگی خیلی تاثیره. یعنی هر چقدرم شما با صورت با این شستشو صورتتون رو بشورید اما همچنان یه سری آلودگی ازش که ما نمیبینیم و با این قشنگ پاک میشه. که این پدش رو من امروز خریدم، این پدا خیلی راحت تره و خب بهتر جذبشون. از اینم خیلی راضیم و خب همونجوری که میبینید همه محصولات ایرانی هستن، قیمتشون هم خیلی مناسبه. اینو مثلا هفته گذشته خریدم 48 تومن. اینو یادم نیست، فکر کنم همین حدودا
روش قیمت نزده، همین حدودا بود، 30-40 تومن بود. بعد از اینکه اینا رو زدم از کرم ویتامین سی سی گل استفاده میکنم، اونم هر شب استفاده نمیکنم. راستش احساس میکنم وقتی که هر شب استفاده کردم تأثیری که داشتش از بین داشت میرفت. یعنی یک بار اگه سی گل استفاده کنم متوجه میشه که صورتتون چقدر شاداب میشه، چقدر رنگ میگیره، باور کنید. یعنی واسه مامانم، من الان سی گل گرفته بودم واسه تولدش، الان داره استفاده میکنه، بعد از مثلا فکر کنم دو هفته همه بهش میگن چی شده مثلا صورتت انقدر سفید شده، مثلا رنگ باز کرده. برنامه من سیگولو یک روز در میون، یک شب در میون استفاده میکنم، چون تاثیرش رو همچنان باقی میذاره بمونه و خب تاثیر خیلی خوبی داره. اینم هزینهش خیلی بالا نیست. اینو بهتون بگم، من از سال فکرم 90 دارم استفاده میکنم و سال 90-90 اون موقع قشنگ باورتون نمیشه 8000 تومان بود یا 12000 تومان، انقدر ارزون بود. الان نمیدونم فکر کنم 30-40 تومان، 30 تومان که 100% نیست، 40-50-60 تومانه. ولی از اینم خیلی راضیم. برای بالم لب، من از بالم لب استفاده میکردم، اما اینم هم محصولیه که دوستم برام فرستاد، جزو محصولاتی بود که اون برام فرستاد، و این بالم لب روز، اینم خیلی خوبه، گیاهیه. خوبیه اینا اینه که واقعا روغنای طبیعی به کار رفته شده، مثلا این واقعا هیچی نداره، خیلی خوبه، یعنی هیچ ضرری مطمئن باشید برای پوستتون هم نداره. ولی خیلی راضیم، واقعا عشق منه، منتظرم تموم بشه که بدم برای بهش سفارش بدم برام بفرسته، که حالا این سری عبرت خودم حساب کنم دیگه. ولی کلن حالا پیجشون رو براتون میذارم. میخواستم فقط اینو بهتون بگم که واقعا اون قضیه وکس کردن، شیف کردن بدترین چیزی که واسه هر زنی میتونه اتفاق بیفته، ولی با این روش خیلی خوب جواب داد. و اینکه کلن رسیدگی به پوست و مو خیلی خوبه، حالا خودتونم قطعا بهتر میشه. همین، اینم از این مسو. کلا شب دیر میاد، یعنی فکر کنم گفت ساعت 9 اینا میام. من کیکو درآوردم از فر، گفتم حالا هر وقت مسو بیاد با هم بخوریم. من الان میام کتاب میخونم، کتاب بردن کارامازوف، اولین کتاب پاییزی امسالمو شروع میکنم. خیلی کیک خوبیه بچه، حتما درست کنید. منظور هنوز نیومده و من پیازا سرخ کرده بودم، ولی انقدرش مونده بود دوباره براش سرخ کردم و اینکه گذاشتم دم اومدنش باشه این سرخ کردنه، که عطر پیاز بپیچه تو خونه، یعنی بوی این پیاز سرخ کردنه بپیچه، چون منظور در بیرون میاد خیلی دوست داره اگه همچین بوایی تو خونه باشه. و همینجا من این ولاگو به پایان میرسونم. راستش این پیاز سرخ کردن ها جرانش بگم، این روزا خیلی بیشتر دارم به این مسائل فکر میکنم که سعی کنم این محیط امن خونم رو حفظ کنم، نگه دارم، مخصوصا واسه منسو، چون که بیرون از خونه الان داره کار میکنه. و همین، مواظب خودتون باشید. و خیلی خوب بود امروز، خیلی احساس میکنم کاملا پاییزی بود و من از خودم خیلی راضیم. من دیگه فستم و فقط همون یه تیکه کیک رو میخورم، حالا ساعت 9 اینا که مسعود میاد، و همین دیگه شام نمیخورم. خیلی خوبه، تاثیرات خیلی خوبی رو دارم تو بدنم میبینم. مواظب خودتون باشید و خدافظ.